در جستجوی حقیقت روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. برنامه از رادیو کتاب با نام و یاد خدا، خدای علیم و حکیم. امروز اولین برنامه سال نو ترسایی را ضبط می کنیم. متاسفانه انسانهای آزاده و صاحب دل سال نو را تبریک گفتن نتوانستند، بلکه به عزای انسانیت گریستند. در زمان فعلی انسانیت در حال مرگ است. سردمداران جهان چنان سبک مغز و بی‌مبالات شده اند که برای حمایت جلادترین جلاد عصر مسابقه تبلیغاتی و تسلیحاتی گذاشتند و جالب این که حق زندگی را فقط برای یک طرف مرز معتبر می دانند. در این خونریزی و نیرنگ تندروان یهودی در بدنام نمودن دین حضرت عیسی علیه السلام چنان شتاب گرفتند که یهودیان اصلی شناسنامه هایشان را آتش می زنند تا به پیشگاه تاریخ و انسانیت شرمسار نباشد. در وطن ما نیز تفسیر و برداشت غلط از دین رحمت للعالمین روزگار ما را تار ساخته، حق زندگی و آرامش را از همه مردم و حق تحصیل و کار را از بانوان کشور ما به بهانه دین گرفتند. در چنین شرایطی برنامه در جستجوی حقیقت تلاش می کند تا در پرتو آیات آخرین کتاب الهی با حضور علما و دانشمندان در راستای تحقق و روشن شدن مسئولیت دینی و تفسیر درست آیات الهی گام‌های آهسته و پیوسته بردارند. اینجا لندن است و من از رادیو کتاب در خدمت شما هستم. عرض تشکر دارم از تک تک شما بزرگواران که با حضور خیش این برنامه را بارورتر می سازید و تشکر ویژه از حضرت آیت الله هاشمی ارزگانی، استاد حوزه علمیه نجف اشرف و حوزه علمیه مشهد مقدس. مثل هفته های گذشته در خدمت ایشان هستیم. آجا مایک با شماست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا محضر یکایک عزیزه گرامی حاضر در گفتگو و محضر جناب عالی سلام ارادت عرض می کنم و پس از آن سلام و ارادت به همه بینندگان عزیزی که با ما همراه هستند در این برنامه که برنامه خودشون هست و به نوعی نگرستن به دغدغه های ذهنی شما مخاطبان و بینندگان عزیز و گرامی. بحث ما در برنامه پیشین درباره کاستی عقلی زنان یا اینکه زنان ناقص العقل نیستن بود. مطالبی در این خصوص بیان شد، مطالب دیگری همچنان نیاز به تبیین و توضیح دارد. چنانچه حضرت عالی جناب آقای محسنی گرامی مدیریت محترم برنامه در آغاز پرسشی یا طرح موضوعی دارن، بفرماین در غیر اون صورت مطلب قبلی را دنبال بکنیم انشاءالله. ما فعلا سوال ندارم آجا، بفرماین. فقط یک توضیح عرض میکنم که مثل هفته های گذشته حق اولیت از بانوان است. اگر حضرات اجازه بدهن یک مروری به گذشته بحث داشته باشیم. ما در بحث پیشین به این اشاره کردیم که در پاره از روایات اشاره به کاستی عقلانی زنان شده است و در پاسخ این روایات گفته شد که پاره از این روایات دارای سند معتبر نیستند و برخی از اون روایات هم که دارای سند معتبر هستند مفهوم و معنای غیر از یک قاعده و حکم کلی در مورد زنان رو دارن که از جمله اونها بود روایتی که در خطبه نهج البلاغه خطبه 80 از امام علی علیه السلام وارد شده است. در خصوص این روایت بیان شد که این روایت و یا این جمله و این خطبه ناظر به شرایط خاصی است که بعد از جنگ جمل واقع شد و می دانیم که جنگ جمل عایشه ام المؤمنین نقش بنیادی داشت در
راه انداختن اون موضوع و امام علی علیه السلام در این شرایط این مطلب را بیان فرمودن. تأییدی بر آن مطلب من یک سخنی را از ابوالحدید معتزلی مذهب و سنی عرض می کنم که ایشان در ذیل این خطبه این گونه می فرماید که این خطبه ناظر به شخص خاص است که جناب عایشه باشد و کلیت ندارد، به عنوان قاعده کلی نمی شود از آن موضوع زنشناسی را استفاده کرد. ما توجه داریم که زمان ابوالحدید معتزلی نسبت به زمان ما بسیار جلوتر بوده است و از نظر فضای زمانی و نگاه اون زمان نسبت به زنان خیلی زیقتر بوده است نسبت به زمان ما، ولی در همان زمان ابن ابوالحدید متوجه این شده بوده است که این روایت فرازمانی نیست و فراتاریخی، بلکه زمانمند است و مربوط به قضیه جنگ جمل. و در همین زمینه گفته شد که این گونه روایات معارض است با قرآن کریم، با سیره عملی پیامبر، با سیره عملی عترت و ائمه معصومین، با روایات و با عقل. در باره تعارض این دسته از روایات با قرآن کریم مطالبی بیان شد، من جمله این که سرشت و خلقت و هویت زنان با مردان در قرآن کریم یکی برشمرده شده است و زن و مرد دارای هویت یگانه هستند و هر دو دارای شأن خلافت الهی هستند و هر دو محل نفخ روح الهی هستند و هر دو در کمالات انسانی به حد اعلی قابل امکان دسترسی دارند و اگر یک انسان به حد اعلای کمال قابل ارتقا، یعنی امکان ارتقا دارد، نمیتواند از یک ارزش بسیار مهمی که عقل باشد از اون برخوردار نباشد، به پیمانه کمتری از اون برخوردار باشد ولی به قله کمال انسانی برسد. این که به قله کمال انسانی میرسد، من در این برنامه یک دو مورد دیگر را هم عرض میکنم و بعد اشاره میکنم به روایات. ما در سوره مبارکه تحریم که یکی از سوره های بسیار بسیار خوندنی قرآن کریم هست، مخصوصا برای بانوان گرامی، من همینجا سفارش میکنم که و یادآوری میکنم که این سوره را به دقت بیشتری نگاه بکنیم. ما خیلی خیلی به این سوره نیاز داریم در فهم آیات اون. در آیات از این سوره مبارکه آیه 11 و آیه 12 خداوند اینطوری میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندك في البيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. در این آیه شریفه خداوند دو زن را به عنوان مثال و نمونه انسانهای بد، نه زنان بد، معرفی میکند که یکی از آنها زن حضرت نوح و حضرت لوط و دیگری همسر حضرت لوط علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام است، و همزمان دو تا زن را به عنوان انسان‌های برتر و برجسته و نمونه برای کل انسان‌های مؤمن در تاریخ بیان می‌کند، چه مؤمنان ابراهیمی، چه مؤمنان مسیحی، چه مؤمنان موسایی و چه مؤمنان اسلامی. می فرماید که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای همه مؤمنان خداوند مثل می زند امرأة فرعون و همسر فرعون را و همین گونه حضرت مریم را. این دوتا زن به عنوان نمونه انسانهای مؤمن در تاریخ از نظر قرآن کریم در این سوره مبارکه مطرح شده است. اگر یک زن بتواند نمونه و ضرب المثل برای همه انسان‌های مؤمن باشد، نمیتواند ما این گروه از انسان‌ها را انسان‌های دارای نقص عقلانی بدانیم. آیات دیگری در باره حضرت مریم هست که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین،
در سوره مبارکه، در آیه سوره مبارکه شورا آیه تطهیر داریم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به اتفاق شیعه و سنی در مصداق حضرت زهرا که این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها را شامل می شود، هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست. در مصادیق دیگر اختلاف وجود دارد، ولی هیچ فرقه اسلامی که باورمند به قرآن هستند استثناء نکردن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را از این آیه شریفه. بنابراین زنی که از هر عیب و نقصی پاک و پیراسته است نمیتواند از این ارزش کلی، از این ارزش عمومی که اول ما خلق الله العقل است، از این برخوردار نباشد. لذا من در یک مقاله ای که در کتاب رساله ای که چند سال قبل نوشته بودم، در ذیل آیه ای عوامی ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این آیه شریفه استناد کردن، به نوعی بلاشاره گفتن که میتواند کاستی عقلانی زن از این نظر توجیه شود که زنان به زیور و زینت خیلی تمایل و علاقه دارند، و از طرف دیگر همین هم نشان میدهد که جنبه عاطفی زنان بیشتر است نسبت به مردان، ولی جنبه عقلانی مردان نسبت به زنان بیشتر است. من در اونجا عرض کرده بودم، اون مطلبم چاپ شده است، الان موجود است، در اونجا عرض کرده بودم که لازم است به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این نکته را یادآور شویم از پسا تاریخ، و اون این که آیا عاطفه جزء فضایل اخلاقی هست یا نیست؟ جواب آن است که بله، عواطف انسانی یکی از ارزش هاست برای هر انسانی. و دوم این که آیا عقل جز فضائل انسانی هست یا نیست؟ جواب آن است که بله هست. آیا بین فضائل تعارض و تضارب است به گونه ای که یک فضیلت اگر در یکی زیاد بود اون دیگری رو باید براند از خود؟ جواب این است که نه خیر، کمال فضائل اخلاقی می توانند در حد کمال با هم همنشینی داشته باشند، فضائل با هم تعارض و تضارب ندارند. بنابراین می تواند در یک انسان هم عقل کامل باشد و هم عواطف کامل باشد، چنان که ما در انبیای گرامی علیه السلام این گونه داشته ایم، در ائمه معصومین، در اولیا، در پاره از اولیای الهی. این یک مطلب که بنابراین من در این قسمت خیلی ادامه نمی دهم مستندات را، و بخشی از مستندات روایی و سیره‌ای و قرآنی را نگه می دارم برای مقطع‌های بعدی، و یک نتیجه گیری می کنم در این قسمت، و اون این است که ما در فضای قرآن و سنت اسلامی و روایات و سیره عملی پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام چیزی به نام کاستی کلیه زنان به عنوان جنس، به عنوان زن، نوع زنان و صنف زنان نمی بینیم، و بنابراین عقل در مردان و زنان یکسانن، عقل فطری و خدادادی یا عقل موهوبی، اما در عقل اکتسابی که توضیح اون خواهد ماند، ما عقل داریم به نام عقل اکتسابی. این نوع از عقل هم در مردان متفاوت است و هم در بین دو صنف زنان و مردان با هم متفاوت است، و این ربطی به زن بودن یا مرد بودن ندارد. بسیار تشکر آجا، خیلی روشنگر و مفید بود. به این معناست که روایت زن ناقص العقل بودن هیچ ارتباطی به دین و هم منابع دینی نداره، از هر جایی که آمده یک نقطه انحراف است. نه، من در خصوص این برخی روایات رو عرض کردم که این توریست، و برخی از روایات رو عرض کردم که تاریخی است، یعنی فرا تاریخی نیست و قاعده کلی نیست، نسبت به قضیه خاص و افراد خاص است. بسیار خوب، پیش از اینکه نوبت بتیم به دکتر صاحب لقمان، عرض مایی است که خانمای بزرگوار هر سوالی که دارین آمادگی بگیرین، و دکتر صاحب هم دست خود پایین کرده. پس ما نوبت قبل از دکتر صاحب لقمان به خانم زهرا حسینی میتیم. اما قبل از او، شما از یک کتاب یا جزه یا مقاله یاد کردید، این در اینترنت قابل دسترسی است آجا؟ از اثرات خود من جدیداً مراجعه نکردم که آیا اون در اینترنت موجود هست یا نیست. اگر موجود بود من نیاز بود میگذارم به گروه انشالله، اگر تونستم پیدا کنم. بسیار خوب، خانم حسینی شما فرمایش دارین یا نوبت به انجینر صاحب بدیم؟ با عرض سلام و ادب مجدد، من یک چند دقیقه وقت بزرگوارانو میگیرم و بعد چون
یک برنامه بعدی دارم، پوزش میخوام از جناب لقمان. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الهی انتقن بالهدا و الحمنی بالتقوا و فقن اللتی هی الذکا و استعمن بما هو ارزق لا حول تو کلنا نفس طرف تعین و الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، ما اکرم النساء الا کریم و ما احانهن الا لئیم. بارز ادب و احترام و از محضر بزرگواران و اجازه که وقت بزرگواران رو میگیرم، پوزش میخواهم چند لحظه ای که از وقت بزرگواران رو میگیرم، چند نکته ای که لازم میدونستم و این من همیشه در برنامه هایی که داشتم جاهای مختلف مطرح میکردم، خصوصا در بحث این روایت بیان کردین و موضوع بحث شما که این بحث ناقص العقل بودن زنها مطرح شده، میخواستم روی همین موضوع تمرکز کرده باشم و یک مقدار چند کلامی صحبت کرده باشم. ابتدا ما جلسات قبل از زبان بزرگواران اساتید شنیدیم که تعریف هایی داشتن، اول از انسان باید تعریف کنیم، از زن تعریف کنیم که زن خودش یک انسان هست و چون انسان هست تمامی ویژگی های انسانی را دارا هست، چی از نظر استعداد ذاتی که حالا ما میبینیم انسان دارای یک سری کمالات هست، کمالاتی که باعث تمایز انسان از حیوان میشه و او همان قوه عاقله هست یا به تعبیر دیگر اون گوهری هست که خداوند در انسان قرار داده و انسان متفاوت از مابقی موجودات یا حیوانات دیگر بگم متفاوت قرار داده. زن پس انسان هست چون دارای قوه عاقله هست و تمام اون ویژگی هایی که یک انسان داره، یعنی از نفخه الهی برخوردار هست و نفخت فیه من روحی که در انسان مطرح هست، این زن برخوردار هست، از عهد الهی برخوردار هست، از امانتی که خداوند عرضه کرده انسان زن چون انسان هست و مرد و زن از نفس واحد خلق شده که خداوند اشاره کرده. وقتی خلق من انفسکم، بحث نفس در عربی یعنی از خودت، از همان جنس، از یک جنس خلق شده و هیچ تفاوتی نیست. وقتی چون این موضوع جلسات قبل مطرح شده بود من یک نگاهی انداختم، نمیخوام روش زیاد برگردم. پس در قسمت بحث انسان شناسی اگر ما خواسته باشیم مطرح کنیم، زن انسان هست و تمام ویژگی های یک انسان دارا هست. و در قسمت عقل اگر خواسته باشیم، حال میخوام بگم زن ناقص العقل نیست، عقل هم که خواسته باشیم تعریفی داشته باشیم، عقل همان چیزی هست که بنابر روایت ها آمده خداوند توسط آن عبادت میشود و بهشت توسط آن کسب میشود. خب آیا زن میتواند خدا را عبادت کند؟ یک سوال دیگه. اگر خداوند به زن دستور عبادت داده، حتما این تواناییش را هم داده، چون اگر نداده باشه تکلیف ما لایطاق میشه، فوق طاقت هست. و پس انسان دارای چون همچی وظیفه ای داره که خداوند انسان زن را موظف کرده که خدا را عبادت کنه، حتما اون توانایی رو به انسان داده و به زن داده که به همه انسان ها، حالا به هر انسان میگیم که چون زن مرد همه انسان هستن. و همینطور آیا زن میتوانه اهل بهشت باشه؟ نمونه میشه در قرآن اشاره کردن که زنان خوب هم داریم، زنی بد داریم، مرد خوب هم داریم، مرد بد هم داریم. ما در قرآن وقتی مراجعه میکنیم اسمی از انبیا هم آورده شده، اسمی از فرعون و نمرود و شداد و حالا شداد لوط و چه میدونم امثال ها هستن، منظور که افرادی که پادشاهانی که ظلم و ستم ها کردن. پس اگر ما میبینیم که بحثی از زن لوط، حضرت لوط شده، یا زن حضرت ابراهیم، یا مثلا زنی فلانی و امثال اینها شده، مردها هم در مقابل هستن. اینجا من برای یک لحظه به یادم اون کلام جناب آیت الله جواد عاملی یک اشاره ای داره، میفرما در زن در آینه جمال و جلال، نکته بسیار ظریف و دقیق رو بیان میکنم، میگه عمده پادشاهان که در قرآن نام برده شده به دعوت انبیا پاسخ ندادن، انکار کردن. فرعون در مقابل حضرت موسی ایستاد و دعوت حضرت موسی رو رد کردن. نمرود ما میبینیم که آمد رد میکنه. ما میبینیم که عذاب الهی دامنگیر چنین حکومت ها و پادشاهانی شدن که اینا آقایان بودن. و ما میبینیم که
معجزات حضرت موسی، حضرت هارون که برادر حضرت موسی، اینا تأثیری نکردن. ما میبینیم که قوم بنی اسرائیل را کشتند و آمدن ادهشان زنانشان اسیر کردند. خب اینا میبینیم که پس ظلم و ستم هایی که از طرف پادشاهان شده و در قرآن آمده، چون بحث میخوام روی بحث قرآنی اشاره کنیم، ما اینجا میبینیم که پادشاهانی بودن که چنین ظلم ها و ستم هایی کردند و در مقابل انبیا ایستادند و مخالفت کردند. آیا اینا دارای عقل بودن یا نبودن؟ خب اون چیزی که ذاتی هست و از ذاتیات هست، بالقوه همه انسان ها دارا هست، یعنی اون استعداد خداوند به همه داده. خداوند بین انسان هایش تفاوت قائل نشده، چه زن باشه چه مرد باشه، همه اذا سویتو، وقتی که تصویه کردن خداوند خلق کرده، همه رو به صورت یکسان خلق کرده، یعنی نعوذ بالله تبعیض از طرف خداوند نیست. اما اینکه اونها افراد نتوانسته از عقل و خرد درست استفاده کنه، این برمیگرده به خود افراد، چی میخواد زن باشه چی میخواد مرد باشه، این برمیگرده به خود انسان ها که نتوانستن از عقل و خرد درست استفاده کنن. اما ما در مقابل این پادشاهان یک میبینیم که بحثی ملکه سبا مطرح. ملکه سبا دعوت حضرت سلیمان پاسخ میده، یعنی ما اگر خواسته باشیم بحث عقل و درایت را در قرآن مورد توجه و بررسی قرار بدیم و بحث تعقل زن و عقل زن و درایت زن را مورد توجه و کاوش قرار بدیم در قرآن، بهترین داستانی که ما میتوانیم با آن مراجعه کنیم و بهترین اثباتی که ما میتوانیم از قرآن داشته باشیم، بحث ملکه سبا هست، که اون تدبیر ملکه سبا بر تدبیر مشاورینش که آقایان تشریف داشتند برتری داشت و بهتر تدبیر کرد و انتخاب درست، راه درست و صحیح را پذیرفت. جناب جوادی عاملی اینجا ادامه میدهد که در اون بحث پاسخ میده که بله، ما میبینیم که ملکه سبا پاسخ مثبت داشت نسبت به حضرت سلیمان. و توجه داشته باشیم یک تعریف که اول آمدیم از عقل کردیم، که عقل آن چیزی هست که خداوند به توسط آن پرستش میشود. پس حقیقت میبینیم اینجا درکش، درک حقیقت و درک فهم اون مسیر حق و که بتواند خدا رو بشناسه و بعد عبادت رو پرستش کنه. میبینیم که اینجا خانوم مقدم بود از جناب پادشاهانی که در عصر و زمانهای مختلفی ما میبینیم پیامبران دعوت ها فرستادند و متاسفانه مخالفت کردند و ایستادند و باعث نزول عذاب های متعدد شدند. و اینجا نکته بسیار جالب دیگری که جناب جواد عاملی اشاره داره، و این من یک زمانی در کلاس در مقطع دکترا یکی از اساتید این بحث زیاد مطرح شد که بحث همین عقل و بحث دل و عقل، که آیا بین دل و عقل چقدر، یا به تعبیر دیگر به احساس و عقل، احساس و عقل که اینجا یک مقدار مورد توجه بود. یکی از استادا که واقعا استاد بسیار برجسته ای بودن این بحث بیان فرمودن، خب گفتن که ما میبینیم بحث احساس نسبت به عبادت خداوند پیش قدم تر هست. با احساس بی، یعنی بحث در ایمان، ما وقتی خوب دقت و توجه داشته باشیم ایمان خودش یک بحث احساسی در آن نهفته هست، و شما بحث عشق وقتی میایم مطرح میکنیم که عبادت عاشقانه را مثلا میایم مطرح میکنیم، ببینید چه بحث عشق از ما یک نوع احساس هست که نسبت به پروردگار داره. و اینجا ببینید پس میتونم بگم به جرئت که اینجا خانوما اگر بحث احساسات چه بگیم غلبه داره، میتونه پیش قدم باشه، مقدمتر حرکت کنه. چرا؟ با از پوزش، به خاطر چی؟ به خاطر که احساسات غلبه داره و بحث عبادت و پرستش، یا به تعبیر دیگر بگم بحث ایمان، اینجا با احساسات بیشتر گره میخوره تا خواسته باشه عقلانیت. نمیخوام بگم چون عقلانیت، عبادت بدون عقلانیت خب کاری میشه که یا خوارج میشه یا طالب میشه یا امثال اینها، که فقط تنها احساسات باشه، نه، بلکه معرفت با عقل صورت میگیره و پرستش و عبادت با احساسات هست. یعنی اینا در کنار همدیگر، همونطور که آجاقا همیشه اشاره کردن، اگر کس خب نیست، متاسفانه امروز نیست، که هم عقلش به اوج کمال رسیده باشه هم احساساتش، این دوتا اگر در کنار همدیگر قرار بگیره همون انسان کامل میشه. و که خب متاسفانه امروز از فقدان آن ما رنج میبریم که خیلی اگر باشم نادر و کم هستن. خب اینجا هست که پس میبینیم شناخت و معرفتی که امراه با
عقل و خرد صورت میگیره و در کنارش پرستش و عبادت هم توسط احساسات هست. این اینا در کنار همدیگر هست، دو چیز متضاد نیست که ما بگیم مثلا آقایون عقل و خرد بالا بیشتر داشته باشه، زنها مثلا احساسات. حالا یک نکته ای که اینجا مطرح هست این هست که اگر بعضی ها آمدن، حالا من اکثر این روایت هایی که آمده مطرح شده که روایت ها از نظر سند اعتباریت نداره و در همین جا جناب جواد عاملی یک اشاره بسیار دقیقی داره که این روایت ها رو ما باید چیکار کنیم. این روایت ها روایت هایی هسته که باید اینا رو مسکوت گذاشت. چرا مسکوت گذاشت؟ به خاطر اینکه مباحث اعتقادی و مباحث انسان شناسی تعبدی نیست، تعبدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون حالا یک همچی روایتی با ما آمده، اولا اینکه باید ما از نظر سند اثبات کنیم، از نظر دلالت اثبات کنیم و باید ببینیم که و همینطور که در چه موقعیت های افته ما بینش کار نداریم. اما اون چیزی که مهم هسته اینه که در مباحث اعتقادی ما نمیتونیم به اینها به طور قاطعانه از اینها استفاده کنیم و اینها رو باید مسکوت بگذاریم و رأی بر اساس این روایت هایی که از نظر دینی صدورش هنوز محکم نیست و متقن نیسته، نمیتونیم باش، اگر نمیخوایم حداقل رد کنیم، نمیتونیم به اینها استدلال کنیم و استنباط کنیم و فقها هم حتی در این مسئله گاهی وقتی نظر و تأمل داره. یک نکته دیگر هم بگم و این که عقل دو قسم هست، عقل ذاتی و عقل اکتسابی. اون چیزی که مطرح هست در عقل ذاتی بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست، ذاتن انسان هسته و از نظر ذات گفتیم که تمام اون ذاتیات را زن دارا هسته. اما اون چیزی که تفاوت داره بحث اکتسابی هست که موقعیت های کمتر شاید برش فراهم بوده که در اجتماع کمتر حضور داشته و نتوانسته اونطور که باید پرورش بده و رشد بده عقل خودشه. روی این جهت احتمال داره که نقص هایی در خانم ها باشد. حضور شما احساس کرد که دیگه باید صحبت تمام. بسیار تشکر دکتر صاحب، استفاده کردیم، عالی بود. یک سوال هست، نمیفهم شما وقت دارین جواب بتین یا ندارین. بفرمایید. گفتین که جناب جوادی عاملی، آیت الله جوادی عاملی گفته این روایات غیر موثق مسکوت بگذاریم. اگر مسکوت بگذاریم نسل های آینده باز خور پیدا میکنه، همی جنجال است. این مخالف با روح قرآن نیست؟ بنابه ای که قرآن کتاب فرازمانی و مکانیست. بله، این روایتی گفتم مسکوت به این معنا که ما نمیتوانیم بر اساس اینها استدلال کنیم، اینها رو ما نمیتونیم به عنوان استدلال به کار ببریم. یک دوم این که یک نکته خیلی مهم دیگری که مطرح هست اینه که ما این روایت ها باید ببینیم با قرآن سازگار هست یا نه. و یکی از روایت بسیار مهمی که ما داریم این هست که روایت باید با قرآن سازگار باشه. وقتی ما در قرآن مراجعه میکنیم داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا رو میبینیم، میبینیم که در درایت و عقل اینجا بحث ناقص بودن اصلا مطرح نیست. داستان هر نمونه‌ای که در قرآن مطرح شده اثبات یک چیزی، یک نکته ای رو آمده مطرح میکنه. شما ببینید، شما توجه داشته باشید، مثلا در بحث داستان دختران حضرت شعیب میبینیم یک مسئله رو مطرح میکنه که آمده بحث اشتغال زنها رو مطرح میکنه. در اینجا هم بحث اجازه داشتن زنها در سیاست، در تدبیر، در عقلانیت را مطرح کرده. بسیار تشکر سب. دکتر سب لقمان دست بالا کرده بود و بعد از او انجینر سب دست بالا کرده. دکتر سب لقمان در خدمت شما است. مگه است جناب محسنی سب گرامی خواهرا، اگر چون ما به مخاطر عاجل دست رو پس پایین کردم که اگر خواهرا نوبت چون از ماست اون را صحبت بکنم بعد از او باز مصبت. تشکر دکتر سب. انجینر سب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از صحبت های دو سه هفته اخیر و امروزی خواهر عزیز ما جناب دکتر زهرا حسینی خیلی استفاده های خوب بردیم، براستی که قرآن به زبان عربی یگانه معجزه حضرت پیامبر ما بر تمام جهان بشریت است که او خالی از عیب و نقص است. بقیه روایات چی احادیث باشه، چی روایات دیگه باشه، ما مقایسه میکنیم با قرآن عظیم شان. هم رقم که همه عزیزا و خصوص برادر بسیار عالم و دانشمند ما آقای هاشمی مطرح کردن، اونا را از جمله میتونیم که اسرائیلیات و اینا بگذاریم. حتی در همین تلویزیون آلمان ما
صحبتهایی را شنیدیم که داخل دین حضرت موسی علیه السلام، داخل دین حضرت عیسی علیه السلام، آنچه از ادیان محیطیشان بودن و بسیار از مزخرفاتی که در اونجا بودن اونام داخل از اونا شد و بعدها سیاست مدارهای کشورهای اسلامی هر اندازه که فاصلهشان از خدا و تقوا الهی دور بودن زیاد داخل این مسائل کردن. هفته گذشته یا یک دو سه هفته قبل برادرزاده بنده جناب انجینیر رضا افشار از امریکا از جناب آیت الله سید فضل الله یک مطلب را بر ما فرستاده بود در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر خواستین شما او را میتونین که بهش مراجعه کنین که یعنی بعض روایات های میاین که این روایات ها را مثلا اگر ما باور کنیم طبیعیست که در رابطه با امام علی علیه السلام که یکی از افراد بزرگ در جامعه اسلامی ما هستند از طریق تمام مذاهب اسلامی، امی که مثلا از خانم خود دفاع نکنن یا اینا، همچون یک برداشت ایشان از حضرت پیامبر کرده باشه طبیعیست که هیچ نمیزیبه و حضرت علی علیه السلام. ما شما میتونیم که در همین عقل بودن ارتباط میگیره با حضرت علی علیه السلام هم شک کنیم. هر عالم بزرگوار که هست دارای کمال هست و دارای نقص است و تمام امو برداشت های کامل یک عالم و دانشمند چی مرد باشه چی زن باشه اونایش ما سر چشم بپذیریم، آنچه با قرآن و با عقل و با علم مطابقت میکنه، آنچه نمیکنه اویش باید ما رد کنیم. میتونه که مسائل باشه که اصلا در رابطه با حضرت علی علیه السلام نباشه بلکه اونا میتونه که مثلا داخل شده باشه. حضرت علی علیه السلام که آنقدر دقیق بود وقتی که به قول مولانا میگه او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، وقتی که در روی حضرت علی علیه السلام در صحنه جنگ توف مندازه و فورا برمیخیزه گفت چرا سر من جدا نمیکنین شما از بنده که بهتر میفهمین، گفت که من دشمن شخصی تو نیستم، تو آمدی که به اصطلاح اسلام نابود کنی و من دفاع کردم. اینال همچون چیزهایی را نسبت دادن با حضرت علی علیه السلام نشان میده که ما برداشتهای اشتباه میتونیم داشته باشیم از انسانهایی که بسیار به عنوان بزرگوار هست و یک انسان که بزرگترین فیلسوف جهان حضرت علی علیه السلام است که میگه خدایا من تو را نمیپرستم اصلا که بهشت برم و یا از ترس دوزخ، بلکه تو واقعا لایق پرستش هستی. این برداشت ما بود که با جملات زیبای علمای عزیز ما مخصوصا از خواهرای عزیز ما خواستم که تقدیم شما عزیزان بکنم. تشکر. تشکر از شما انجینر صاحب و تشکر که اختصار رعایت کردیم. جواب یک سوال از جناب آقای حسینی شده، اجازه است من مطرح کنم یا شما فرمایش دارید؟ بفرمایید، من گوش میکنم با کمال میل. قربان لطف بزرگ. آقای حسینی مطرح کنید بپرسین. بله، یکی از بیننده ها از آقای حسینی پرسیده که هفته قبل شما گفتین که عقل زنان در زیباییشان و زیبایی مردان در عقلشان است. این جمله را میگه که شما از زبان حضرت علی گفتین. حضرت علی خلیفه چهارم مسلمین است و امام اول شیعیان گفته ما نفهمیدیم، یعنی اعتراضگونه نوشته کرده که این گپ ما نفهمیدیم. حسینی صاحب تشریف دارین توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ارادت. بله، این سخن امام علی علیه السلام است و خود تا اندازه حل کننده بحث ما هم هست، چون او سخنی که محور بحث ما و شما هست توسط رسول اکرم و امام علی که درود بر همه ای بزرگواران باد گفته شده، در این شک نیست. و حتی آقای مهدی مهریزی که متخصص مطالعات زنان است و چندین کتاب در این مقوله نوشته
و بسیار احادیث هم که به غلط به پیامبر اکرم و یا پیشوایان بزرگوار نسبت میتن رد میکنن، این حدیث صحه گذاشته، یعنی به نحوه تایید کرده که همچی چیزی بیان شده. اما این بدان معنا نیست که نقص به معنای عیب باشه یا فقدان باشه، بلکه به معنای کمتر است که کمتر هم به کمال تبدیل میشه. و در اینجاست که ما یک تبصره کردیم، گفتیم که در بعض صفات و خصوصیات خانم ها نسبت به مردان دارای برتری هستند. مثلا خداوند خانم ها را به مهربانتر خلق کرده و همچنان زیبایی به زنان بیشتر داده شده که این سخن حاکی از امی معناست، با این توضیح که امام میفرمایند که عقل زنان در زیباییشان است. مسلمان که خانم ها دارای عقل و خرد هستند و بسیار خانم ها هست که از مردا کده با عقل تر هستند، اما یک خانم وقت بیشتر خردمند است که به زیبایی توجه داشته باشه. زیبایی اینجا تنها به معنای زیبایی ظاهری نیست، هرچند که به قول یکی از زیبایی شناسا میگه که خانم ها به دو گروه زیبا و غیر زیبا تقسیم نمیشه. خانم ها به دو گروه تقسیم میشه که یکی خانم زیباست و یکی خانمی که نمیفهمه که خودش چه قسم زیبا بیاراید. بنابراین خیرتمندی زنان در هی تشخیص داده میشه که در گفتار، در رفتار، در پوشش، در سرشته و سلیقه، در تربیه اولاد، در ادا و اطوار، در به اصطلاح رومانتیزم و در ربایی معقول و مشروع چقدر خودش جمیل و حسین تبارز میتن برای شوهرش، و در نتیجه خانه خود مثلا چقدر مرتب و منظم دیکور میکنه. و این در حال است که عقل و خرد هم داره. اینال به همین شکل یک مرد هم باید به زیبایی توجه داشته باشه، در ظاهر، در شکل، در پوشش. اما وجه مشخصه یک مرد در ارتباط با زیباییش این است که خردمند باشه، عاقل باشه. بنابراین ما برای اردو موجود در بحث مثلا عقل نظری یا عقل موهبتی یا همو اخلاق طبیعی و فطری مساوات قائل هستیم که در هو مبحث اردو باید به زیبایی آراسته باشند و دارای عقل باشند و در اونجا تفاوت نیست. اما در ارتباط با اینال نقش های اجتماعی، چنانچه که ما یک ضرب المثل هم داریم که خانم ها میگن که مرا بکش ولی مرا زیبا بساز، در اینجا نقص پس به معنای یک کاستی است که به کمال میتونه که تبدیل شود و کمال خانم ها در همو مهربانیشان و در همو زیبایی هایشان است. یک چیز دیگه می است که اصل اولیه ای است که خداوند نظام احسن ایجاد کرده، الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که تمامی امورات به شکل بسیار زیبا خلق کرده. از این خاطر است که هیچ موجود به عرض شوق ناقص جلوه نیست، ذره هم در رقص موهومی که دارد کامل است، حتی ذره هم در همون رقصش کامل است. و باز هم به قول بیدل که میگه که ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت، یا ناقص الکمال یا کامل القصور. یعنی کلمه نقص حتی معنای ممدوم داره که ما قبلا هم نقل کردم از قول علی علیه السلام که میفرمایند که از کمال انسانی است که خودش ناقص بدانه. آقای آیت الله دکتر بهشتی که اگر زنده می بود رهبر جمهوری اسلامی ایران میشد، میگفت که حل این مشکل به عقل ناقص ما اینطور است. اینال شما بگوین که حل این مشکل به عقل ناقص شما چطور است. یعنی از یک نقطه نظر ما انسان ها اهم از زن و مرد ضعف ها و نواقصی داریم، ولی وجه مشخصه مرد ها عقلمندی است، در عین حال که خانم ها هم عقل داره و بسیار هم میتونن که عقل داشته باشن. وجه مشخصه خانم ها زیبایی و حسن و جمال است، هرچند که مردا هم به قدم دوم میتونن که زیبایی داشته باشن. و از این خاطر است که در ارتباط با زیبایی و اعلانات و صدا بیشتر از خانم ها استفاده میشه، چون در عالم تکوین هم که یک اراده و کار رفته، در عالم تشریع هم که این سخنان یعنی ناظر به عالم تشریح هست که بسیار روانشناسانه و عمیق است. و در عین حال ما معتقد به این هستیم که زن میتونه که به کمال عقلی برسه، و این سخن در عین حال ناظر بر اکثر موارد است، نه کل موارد. و یک جمله است در انگلیسی که میگه که act like a woman, think like a man and work like a boss. مثل یک زن رفتار کنید، مثل یک مرد فکر کنید، و مثل یک رئیس کار کنید. یعنی حتی در زبان انگلیسی، یا مثلا خانم کلیو دالسون یک روانشناس غربی در مجله زن روز یک
سخن دارد که آکی از آن است، یعنی در خانم ها احساسات بسیار قوی است و تفکر مداوم برای خانم ها خسته کن و کسالت آور است، و از این خاطر است که میگه بهتر است که نظارت آقایان و به یک نحوه سرپرستیشان خانم ها بپذیرند، و این هم برای خانم ها یک حسن است که عاطفه قوی دارند و به زیبایی خلق شده. اما آقای طباطبایی مرحوم یک نکته کلیدی دیگه هم داره، و او است که پیامبرا به خاطر که البته در نهج البلاغه هم هست، به خاطر رشد و گسترش عقل مبعوث شدند، یعنی عقلانیت اولویت داره نسبت به عواطف. بسیار تشکر حسینی صاحب. اگر من به جای خواهرا باشم در قسمت دوم یک قدر سوال سرتون تیار کنم که فغانتون برای قد از گپایتون. مخاطب عزیز تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. ما در برنامه در جستجوی حقیقت تلاش میکنیم تا دین خدا را از شر برداشت های منحط نفسانی، تفسیرهای غلط بی پشتوانه علمی و تعصبهای انسانکش و مخرب دین نجات دهیم. از نام برنامه پیداست که مدعی دانستن تمام حقیقت نیستیم، اما در جستجوی حقیقت هستیم. با ما همراه شوید تا در محور جستجوی حقیقت وطن ما را از فاجعه نجات دهیم و خود ما به آرامش فکری برسیم. منتظر انتقاد، پیشنهاد، پسند و سابسکرایب شما هستیم. ایمیلی که در روی صفحه ظاهر میشه میتونین با ما ارتباط بگیریم. قسمت دوم از این برنامه حتما آموزنده تر خواهد بود و امیدوارم که خانم های گرامی شرح بیانات آقای حسینی را دقیق از ایشان بپرسد. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.